سلام و درود خدمت همه بیننده های عزیز تلویزیون جهان یک. امیدوار هستم صحتمند، سرحال، تندرست باشید، لباس عافیت بر تن داشته باشید، دور از گزند روزگار باشید. باز هم امروز من فردین فدایی با شام ویجی یک در خدمت شما عزیزان قرار دارم. امید است تا آخرین لحظه برنامه ما را همیاری کنید. مهمان بسیار خوب امروز با ما هست، یکی از شخصیت‌های اکادمیک، یک شخصیتی که واقعا اکثریت مردم و نه تنها در افغانستان جایگاه خاص داره، البته در کشورهای مختلف دنیا فعالیت‌های بسیار خوب، دستاوردهای بسیار خوب به نام افغانستان کمایی کرده. این که تاجک است و پشتون است و هزاره است و ازبک است، به نام از این آن نه، فقط به نام افغان کنفرانس‌های بین‌المللی دادن، رؤسای جمهورها را ملاقات کردن، شخصیت‌های ملی کشورهای مختلف را ملاقات کردن، افتخارات خوبی را بر افغانستان کمایی کردن. و زیاد وقت شما را نمیگیرم، جناب محمد صدیق افغان، رئیس مرکز ریاضی فلسفی جهان. جناب افغان صاحب خوش آمدید. خوش باشین، سلامت باشین، تشکر از دعوتتان در این برنامه خوبتان. نخست از همه سلام احترامات خود عرض داده به خود خدمت شما، از طریق شما خدمت تمام بیننده عزیز تقدیم میکنم. نخست از همه به نام پروردگار جلال شانه، به نام خداوند متعال شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه خوشحال هستم که امروز از طریق تلویزیون یک، تلویزیون جهانی یک، با هموطنان عزیز هم کلام میشم. سلامت باشین جناب افغان صاحب، خوش آمدین، افتخار ما هستین. برنامه رو شروع میکنیم جناب افغان صاحب. در کنگره دانشمندان جهان در جلسه هیئت رئیسه به تاریخ 2 مارچ سال 2023 در شهر مسکو به اتفاق آرا شما به حیث رئیس اکادمی علوم تعیین شده. این چی موضوع بوده و در دقیقا در کجا برگزار شده و انتخابات به چی شیوه بوده و شما رو چطور انتخاب کردن، اگر به هموطنان ما بگویید؟ سلامت باشین. میخوایی که خوش مردم بیاین، همیشه گپ نو را کنیم. میخوایین که بدم مردم بیاین، همیشه سر افتخاراتان گپ دین. افتخاراتان گپ دین که می کار کردیم. میگه کار باید سخن بگه نه کارگر. شما فیلم ها را پرتین، مستندها را پرتین که دیجه دانشمندان از کشورهای مختلف دنیا در عرصه‌های مختلف، علوم ساینس، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم کائنشناسی و در تمام عرصه‌های مختلف دانشمندان، چون کنگره بین‌المللی نوبتی بود، این نتونست که مانع کنگره شوند. از کشورهای مختلف از 5 براعظم دنیا در کنگره اشتراک کردند که ما در اینجا سخنرانی داشتم و ثابت ساختم که ریاضی فلسفی علم است که تمام علوم در داخل خود می داشته باشد. چون تا حال ما دیدیم که علم و 2 قسمت تقسیم کرده بودن، یکی علوم اجتماعی، یکی علوم طبیعی. در اصل علوم اجتماعی فلسفه را قرار دادن و گفتن فلسفه مادر علوم است. در اصل علوم طبیعی ریاضی را قرار دادن، ما گفتم ریاضی پدر علوم است، چون مادر بدون پدر نمیتونه که فامیل تشکیل بده. بالاخره این والدین علوم است. ریاضی فلسفی باعث والدین علوم پذیرفته شد و دانشمندان علاقه گرفتن که من برای زیاد تشریح کنم. تشریح کردم، باز به اتفاق را دیگه در اوجه 7 نفر کاندید بود، من باعث رئیس دانشمندان جهان تعیین کردن که رسما از طریق وزارت خارجه به اکادمی علوم در اینجا مواصلت کرد. در این کنفرانس بین المللی تشکر میکنم از جناب جمال ناصر غروال، سفیر کبیر افغانستان، مقیم مسکو، اوجا نماینده های سفارت افغانستان روان کردن، سکرتارار و رئیس صاحب تشریفات خود سفارت ما در مسکو و دیگر نماینده های یعنی دیپلمات های ما را در یک کنفرانس حضور داشتند که ما را به حیث رئیس دانشمندان جهان تعیین کردند و همچنان به حیث اکادمیسن محیط زیست و امنیت جهان. این رسما از طریق کنگره به سفارت افغانستان مکتوبش آمد و مکتوب به امضای سفیر افغانستان، سفیر کبیر افغانستان محترم غروال صاحب، به وزارت خارجه آمد. از وزارت خارجه به اکادمی علوم افغانستان آمد. تشکر میکنم از رئیس اکادمی علوم افغانستان، تشکر میکنم از وزیر صاحب خارجه
امارت اسلامی افغانستان را اسرار وقت روان کردن برای اکادمی علومی را روان کرد به اداره امور بعد از اداره امور را بررسی کردن و بالاخره اینا دیگه این القابی که پیشتر گفتین برای ما دادن برای ما القابش قدر مهم نیست همین که من یک افغان هستم یک دانشمند نیستم دانشمند خداوند است چیزی که تحقیق کردم مدت 50 سال در جهان راه کردم و جهان به رئیس دانشمندان جهان مرا تعیین کردن که رسما وزارت خارجه افغانستان وزارت خارجه با اکادمی و اکادمی علوم با اداره امور مواصلت کرده به شما اسناد کاپی شما هست شما میتونید از اکادمی علوم و اداره امور را پرسان کنید وزارت خارجه میدانم جناب افغان صاحب افتخار ما هستی بیاین که ما زنده های خود را قدر بکنیم حداقل وقتی که جناب افغان صاحب بر بیرون از افغانستان در کنفرانس های بین المللی شرکت میکنند ای به نام افغان اشتراک میکنند به نام ازبک اشتراک نمیکنند به نام تاجک نمیکنند و به نام پشتون و هزارا و ایماق و بلوچ نمیکنند فقط افغان است تخلصشان افغان است و افتخار از این به ملت افغانستان هست و هیچ کس نمیتونه که یک قوم بگه که مربوط ما بشه یا دیگه قوم بگه مربوط ما بشه جناب افغان صاحب سفری دارین به کشور فدراتیف روسیه چی گفتنی برای دانشمندان جهان داره امو سفر ما امو کنگره بر دعوت کردن همی کنگره که شما انتخاب شدین بله بعد از کنگره جالبی است که در مدت همی از 2017 به ایسو از 2017 به ایسو کشورهای مختلف دنیا دعوتم کردن به خصوص منگولیا بلاروسیه بلغاریا ترکیه و روسیه در اینجا نمایندگی های ما تاسیس کردن چون در 23 مملکت من نمایندگی ها داشتم قبلا هم بعضش بنابر دیگه مشکلات ها توقف بود پس ایرا یک مجدد کردن دیگه ما وقتی که میرم بر دانشمند ها 3 نقطه اساسی حرف میذارم ما در یک فامیل زندگی میکنیم و فامیل انسانیت است خداوند انسانیت قدر دوست داره قدر دوست داره به خاطر نجات از این پیغمبر ها مبوس میشه انسانیت خداوند قدر دوست داره قدر دوست داره به خاطر از این کتاب های آسمانی نازل میکنه پس ما میخواییم که انسانیت به میار انسان بودن خود افتخار کنن نه به افتخار که من امریکایی استم من اروپایی استم من سیاه استم من سفید استم در انسانیت دو چیز اصل است عبادت و صداقت کسی که عبادت و صداقت دارد مقامش بالاست بله. چون ما در خانه مادر خود نه وزیر تولد میشیم نه جنرال تولد میشیم نه پاچا تولد میشیم نه دانشمند تولد میشیم نه فیلسوف تولد میشیم ما در خانه پدر مادر خود انسان تولد میشیم ولو در فامیلی که در هر ادیانی که باشه ما در خانه مادر خود مؤمن تولد میشیم هر انسان مؤمن است بله. او در هیچ کس در خانه مادر خود کافر تولد نمیشه هیچ وقت در خانه مادر خود کسی یهود و نصارا و بالاخره بودیم تولد نمیشه او را پدر مادرش او را پدر مادرش او را به دین خود سوق میده و می خاطر وقتی میرم در کنفرانس ها میخوایم که انسان ها به معیار انسانیت باشند امروز انسانیت در خطر است امروز انسانیت قسم در خطر است که مرد با مرد ازدواج میتن زن با زن ازدواج میتن یک زن با حیوانات ازدواج میکنن امروز ما را اشرف المخلوقات میگن ما هم اشرفیت را زیر سوال میتن به می خاطر علما میخواین که حرف مرا تایید میکنن و تنها علما میتونن که جان نجات بدن نه سیاستمدارا چون در گفت سیاستمدار کس نمیکنن امروز کلی که در گفت ماشین حساب میکنن چون ماشین حساب وقتی 5 جمع 5 میشه 10 هیچ کسی دیگه مخالفت نمیکنه هیچ کسی در جهان نمیگه که فاصله آفتاب و از زمین 149 میلیون 600 هزار متر کیلومتر است یا در حدود 150 میلیون کیلومتر میشه هیچ کسی نمیگه که غلط است و کسی هیچ وقت اندازه‌ام نگرفته شه به خاطر اینکه ساینس معرفی کرده پس کل کار ما بر اساس میوه ریاضی است پس من هیچ یک شاگرد ریاضی نمیگم به خاطر که هنوز من طفل هستم وقتی که من در تیاره بالا میشم تمام کتابخانه بشر برابر یک قوطی گوگرد مال میشه تنها من یک کسی هستم که فکر میکنم که چرا انسان با ریاضی تولد میشه چون همه چیز هر چیزی که خلق میکنن خود هر چیزی خداوند خلق کرده با ریاضی خلقش کرده حتی مگس که مگس است ریاضی میفهمه وقتی که مگس در سر پنیر میشنه بر لسان که بگویشه پشو پس نمیشه هر چی که بگویشه در لسان وقتی دست بالا میگیری فاصله رو فهمیده میپره
آب که آب است ریاضی میفهمه وقتی صفر درجه حرارت میشه مجمد میشه چرا صفر درجه حرارت مجمد میشه وقتی باران میباره برف میباره و خود مجمد میکنه در کوه خود میچسبونه وقتی تابستان میشه آساس و قطره قطره چشمای ما را میسازه چشما از او آبیاری میشه و از همه چیز داخل یک چوکات ریاضی است پس کائنات به اساس ریاضی میبینم دین به اساس ریاضی میبینم قرآن به اساس ریاضی میبینم مثلا کلمه یک ریاضی است مثلا ترازو یک ریاضی است ما میبینیم که یک ترازو سیرش ما داره سیرش می طرف داره سیرش می طرف داره یکش ما بین داره بله ترازو همین که در پیش استر محکمه که هست افرش ما داره افرش مثلا کنیم ما میبینیم که یک دو سه یک دو سه دهن یکی است بسیاری انتقاد میکنن صدیق افغان چرا با کلید برای مردم تشریح میکنیم به خودی که جامعه ما 90% بیسواد است ما مجبور هستم روی اون فهم شوم میخواد بسیاری انتقاد میکنن پس ریاضی یک تعادل است وقتی یک تعادل است ما میبینیم از یک تا 12 چیک ما داره ماشین حساب از صفر تا 9 چیک ما داره یک اسرار است که ما رابطه کائنات و قرآن و انسانیت ما دیجا ارزیابی میکنیم بدون شک جناب افغان صاحب ما صحبت های شما را ما میگیم که ملت افغانستان بدانند بفهمند کسانی که در قریه و قصبات هستند از شخصیت ملی خود باید گوش کنند که در مورد ریاضی و فلسفی در مورد موارد مختلف در هر موضوعی که جناب افغان صاحب برای شما گفته شود شما در اون مورد انشالله و رحمان معلومات های بسیار کلی دارین افغان صاحب بعض وقتا بعضی هموطنان ما شما را دیوانه خطاب میکنم حالا ما میگیم که شما ناراحت نمیشین نه من بسیار خوش میشم روزی که مرا دیوانه گفتن من بسیار خوش شدم من خدای گفتم تشکر میکنم که من خود نمیفهمم که چرا آدم مریض نمیفهمم که خود مریض هستم چون مردم ما دیدم کلش دانشمند است کلش دکتر هستن تشخیص کردن که من دیوانه هستم من بسیار خوش شدم وقتی تشخیص میشه دیوانه باز برش نقصان میتن دوام میتن من بسیار خوش شدم که نالک وقتی تشخیص کردن که من دیوانه هستم برای من دوام میتن نقصان میتن تداوی میکنن چون آدم دیوانه رو تغییر تامین نمیکنن آدم دیوانه رو تداوی میکنن وقتی دیدم البته برای من دوام میتن دیدم که اینا سنگباران کردن باز گفتم چرا دیوانه رو طفل سنگباران میکنن خب اینا در عرصه داخل در بس طفل هستن که دیوانه خود مریض نباشه خود مریض آدم تداوی میکنه پس یا سنگباران کردن بازو میاره ما سرشو قارم نامد به خاطر اینکه وقتی درخت آدم میبینه قد آدم کوتاه میباشه آدم که سنگ میزنه که آدم سه و چهار مغز یاره ببینه چون قدش کوتاه است دیدم که اون عقلشان کوتاه است اینا با عقلشان کوتاه است با زخم زبان زدن او با سنگ زدن یا با حرف خود زدن من معلومات نکردم بخاطر اینکه پیغمبرا رو در اصلش همین قسم گفتن پیغمبرا رو در آتش انداختن مثلا قوم ابراهیم علیه السلام در آتش انداخت به صلیب کشتن عیسی علیه السلام در حالی که قومش بودک ما میبینیم که پیغمبر مزه ما را که بر مردم گفت در دوزخ نسودن بیاین دخترایتون زنده به گور نکنین بیاین راه انسانیت تا بگیرین دندان مبارک شهید ساختن امروز هم ابو جهل بخیزه مو ابو لهب بخیزه پای پیغمبر ماش میکنه که چرا برای ما عزت دادی ما نفهمیده بودیم چون ما نفهمیده بودیم پس اونا پیغمبرا برای ما یک مکتب است برای ما یک الگوست مثلا قصه یوسف پیغمبر چقدر قصه بلند است که 48 سریال است من میگم نه 48 سریال نیست یک سطر است یک غلام بچه از چا برآمد پاچا شد یک سطر است چرا پاچا شد که نفس خدا غلام خود خدا عزیز امر ساختش شاهزادایی که در مقابل فرعون ساختن اصحاب کف است اونا غرور خدا در مقابل فرعون است کردن خداوند جسدش از 309 افس کرد یعنی 300 مانایش است که 3 قرن شمسی 309 یعنی 3 قرن قمری پس از مردم خود گله نمی کنم و می خاطر که اگر مرا دیوانه میگن هر چی که میگن دیوانی از یاستم ما یک جمله گفته بودم مگه یاد باشه یک مجلس گرفته بودی ما گفتم دیوانی از یا که در جهان اول میشه و شورایشون چند خواهد شد دیوانشون در دنیا چک چک میشه رئیس جمهورا دمروش پذیرایی میکنن از دیوانی از یا و شورایشون حتما دیگه خود مقامشون اول است اگه دیوانه هستم اگه هوشیار هستم هر چی هستم مجرم نیستم احمق نیستم از یاستم اگه پوچک هستم گناه مردم ماست که مرا
آب نزدن اگر خسک هستم گناه مردم مذکور را پیوان نکنم هرچی که هستم خوب هستم از امی هستم خراب هستم هستم افغان هستم الفش افغان فش فهمیده غینش غلام الفش امریکایی نونش نمیشود افغان فهمیده غلام امریکایی نمیشود افغان به این مفهوم است که یک وقت برای قدر امیرالمومنین گفته بودم وقتی مولا محمد عمر مجاهد که وقتی مرا به حضور پذیرفت گفتم گفت که افغان است چه قسم افغان است که یک تا گفت که این پشتو یاد نداره گفتم افغان به مفهوم است که افغانیت با هم یک جای شدن نامش افغان مانده شده افغان شرق گجر مفد افغان غرب نام افغان مانده شده آل شرق غرب یک جا شده که افغان افغان ما را بکشه این در زمانی بود انوز امریکای ها تجاوز نکرده بودن بالاخره در اوایل در قرن 19 ما با انگلیس مواجه شدیم بردیم در اوایل قرن 20 در آخر قرن 20 با روس مواجه شدیم با شوروی مواجه شدیم بردیم گفتم وقتی دو میدان بردیم در میدان سوم با کل جهان در فاینال مبرایم اگر بردیم اول هستیم باختیم دوم هستیم میگم من کل دنیا میفهمم شکر اول شدیم در هر جای میرم افتخار میکنم که تو افغان صدیق افغان شکر که شما انگلیس هم کوبیده و روس هم کوبیده شوروی هم کوبیده امروز امریکا و ناتو هم کوبیده اینقدر برای ما فخر است این که دیگه مطالب مردم افغانستان میگم من آدم سیاسی نیستم اون مردم افغانستان میفهمند دیگه سوال دیگه داشته باشیم بفرمایید سلامت باشین جناب افغان صاحب بسیار گپای شیرین است شما چای گرم بگیرید یک وقفه کوتاه داریم زود زود برمیگردیم شب زندگیتان را در فضای متفاوت به بدیل و جایگاه ویژه و تزیینات خاص با ما تجلیل نمایید امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان جناب افغان صاحب بازم خوش آمدید خوش باشین صاحب افغان صاحب انسان غیر نرمال و چند نوع است مجددا بسم الله الرحمن الرحیم ما یک وقت در پولتخنیک کابل بودم همین گراف مثل همین گراف اتوم واری رسم کرده بودم مثل همین قسم رسم کرده بودم مثل سعی کنید از یک تخم واری معلوم میشه هر ولی از یک تخم واری معلوم میشه ما یک پارابولا میبینیم یا یک تخم میبینیم که تخم مثال میتونم تخم از سه قسمت جور شده یک قسمت بالا یک قسمت پایین یک قسمت وسط بله اینال آیکوی عموم انسان ها 100 است از دیدگاه محاسباتی که ما کردیم بله 100 است آیکوی انسان ها 100 است یعنی تخم اگر آدم میبره 100 است آیکوی مغز بله دو نقطه اعظمی و اصغری داره یعنی نقطه بالا و پایان داره انسان های 110 انسان های می باشه اوشار یک ذرات انسان های 90 ساده ها ساده ها 120 ممتاز ها ایده این موارد از دیگه نه در مورد آی کیو مغز است آی کیو مغز بله مغز آی کیو مغز است گفتی که انسان ها چه قسمی بله بله اینا به خاطر مثال می تو که اینا ای خود ده ما چیز گپ میزنه دیگه بله وقتی ده ما چیز گپ میزنه 110 کس اوشار 120 ممتاز ها 90 ساده 80 لوده ها کم این لوده ها بله از 60 از سعی کنین پایان میه 130 و 70 130 تیز هوش ها می باشه اول نمره عمومی می باشه بله و 70 یعنی آدم هاییست که باید از این مکتب برد در مکتب میخانیکی یک در مکتب میخوای میخانیکی یعنی مکتب تخنیکی یا در مکتب یک عرفایی بله جمله خودم میخوای مکتب عرفایی درست. یعنی برای موضوعات عرفایی یاد بگیره یعنی نمیتونه که صحیح مکتب بخونه از مکتب اخراج میشه نه اون باید در مکتب عرفایی ببری بله ناکام میمونه نه بله و 60 الی 30 کودن هاست از 140 الی 170 نابغه است نابغه هم اینجا قرار داره کودن ها اینجا قرار داره اینها رو هم دیوانه میگن اینها رو هم دیوانه میگن چون از نرم پایان استک نرم پایان استک یا نرم بلند است یا نرم یا چل چل آی کیو فرق میکنه چل اینجا چل اینجا اینا هم دیوانه میگن فرقشون چی است فرق ابتکاری میباشه این منگ استک منگ است بله این دانشمند میباشه این تو غرق خود است بله بله پس 170 جمع 30 مینیمم 30 170 ماکسیمم است جمعش کنید میشه 200 تقسیم کنید میشه 100 در 170 که برسه مغزش انفجار میکنه اگر در 30 شبه مغزش منجمد میشه بله چرا این در اوجش 142 143 آیکو انشتین بود انسان ها در انسان ها برای 400 سال
این میمورین مغزش کفایت میکنه برش بر 400 سال. یعنی اگر ما 400 سال بتونیم بدن خود نگاه کنیم، مغز ما را میتونیم برای ما استفاده کنیم. چرا؟ این نابغه ترین انسان در جهان از 25% مغز خود زیاد استفاده کرده نتونسته، 75% در خاک میره. انسان های نرمال از 10 الی 15%، 20% تیزوش ها. این حالی کسی که مغز خود زیاد استفاده کرده که 70% مغز خود 60% مغز خود که با صورت ببینه کی استفاده کرده، که یعنی هر نوع کامپیوتری که در جهان باشه بتانش شکستش بده و ببینه کی هست با سرش تحقیق کنین. بله بله، یعنی هر نوع یک هر نوع سوال کنین، هر نوع مدل را کمتر از یک سونه بگوین. مثلا شما هر نوع مدل را بگوین او در یک سونه، یعنی مدل این مجوله را، این مجوله را یعنی وای مساویز با اکس یک با طاقت اکس دو جمع اکس سه با طاقت اکس چار جمع اکس پنج با طاقت اکس شش جمع نقطه نقطه اکس این با طاقت اکس این جمع یک که در یک سانه حل کنه، شما ببینید کی از در جهان. بله، من میخواد را که مغز بهترین چیز است، اما جالبی است که هیچ کس خود در جهان ندیده. هر وقت در جهان خود دیدن او وقت میبونن که همه چیز ببینن، چون ما همیشه در آینه دیدیم، در آینه عکس خود دیدیم، چپ خود را راز دیدیم، راز خود را چپ. قیمت ما 18 بوده، خیلی 18 کردیم. به میخاطر موتر که میخریم 2 لک، باز میگیم 4 لک خریدیم. میگه موتر چه کردیم؟ میگه 4 لک رفت. آدم بوشار 1 لک میخره، آدم ساده میگه 4 لک. وقتی خود تعریف کرده نمیتونه که مرا تعریف کردن، من خودکشی میکنم. پس خود تعریف کرده نمیتونه. وقتی یک چیز را میخرن، چون ندیده خود چپ خود راز راست خود، قیمتش مایکازی بوده 18، در آینه دیده 81. او چپ خودش چی میکنه؟ پس به می خاطر ما این به خدا ندیدیم. ما کجا خود چوا خدا میبینیم؟ ما در آینه یکی دیگه خدا میبینیم. او شورترین انسان کسی است که دیگرا را از خود کده او شورتر بدونه. هر کی بگه ما او شورت است، بسیار بیعقل است. علام بیعقل است بگه ما او شورت است، چون خدا ندیده. چپ خدا راز راست خدا چپ. آی که مقصد دیگه شما در کدام درجاتش قرار داره جناب افغان صاحب؟ مثلا 130 140 نمرات را گفتین، مثلا در این در کدام موقعیت قرار داره؟ آنتی بیوتیک نمیفهمه که من آنتی بیوتیک هستم، میکروب نمیفهمه که من میکروب هستم. او را تشخیص میکنه میکروسکوپ ها، او را تشخیص میکنه جامعه جهانی. که یک افغان، یک افغان میره تمام دانشمندان دنیا شده 200 در نوبت استاد میشه که به امضای من دیگه واسه تشخیص کنه. در قسمت از این که از ماشین حسابم زودتر جواب بدم. ماشین حساب نه، خوب ماشین حساب 78 مکتب میکرد. خود او زمان هر نوع کامپیوتر در جهان است. ما 78 مکتب اولین بار قابلیت تقسیم بالا ادا داد، جذر مکعب و یار کار کردم در فیزیک مکتب، بالاخره به رسمیت شناخته شد. اگر سر خود گپ نمیزنم، چون 16 جلد کتاب تنها شروعی در مورد من نشر کرده، 2 جلد 3 جلد کتاب در لندن در مورد من نشر کردن، در امریکا نشر کردن، زیادتر از 17 میلیون سایت از در مورد من. اگر میخواین 10800 صد فیلم مستند دارم، زیادتر از 20000 نفر روزنامه دنیا در مورد من تبصره کرده. شما داخل آرشیف من هر نوع تیزیس هر این مثلا این میره در یک شب کار کردم، در 2 هفته میره جور کردم هر موضوع را. بله بله بله. این دیگه آدم نمیتونه که چون هیچ وقت خودم نمیتونه که گاو نمیتونه که خود تشخیص کنه که شیر مسفید است. مردمی که میخوره او رو میفهمه دیگه. خلاص. برای اگم تو میگه چون خود گاو تشبیه میکنی، چون کاش که گاو میبودم، کاش که گاو میبودم، اول در دوزق نمیسختم، مجرم نمیبودم، وطن فروش نمیبودم، خائن نمیبودم، در حریم دیگران تجاوز نمیکردم، یک قمچین میخوردم دیگه گندم های همسایه نمیخوردم. گاو از من کده خوب است، به خاطر خوب است که شاخ داره و عقل نه، او با شاخ خود از حریم خود دفاع میکنه. ما به عقل خود بیت المقدس از دادیم، اگر شاخ می داشتم بیت المقدس از دفاع میکردم. از من کده گاو خوب است، از کاندید میکردم رئیس ملل متحد نشدم، چون گاو اون دو از دانشمند مسلمان ها قدر قدر زیادت او گاو خود ازت میکنن، عیسی جمال دینای خود به عزت میکنن، از بیرون های خود میکشن، دانشمند های خود تامین میکنن، صد قطب های خود ادام میکنن. پس گاو اون دو از دانشمند مسلمان ها قدر قدر زیادت. از من کده مرخ خوب است، یک رئیس جمهوری بگم از من کده مرخ خوب است، مرخ یک تن گندم خوش نداره، یک تن خوش نداره. میگه در قفس میپرتم یک تن بر مواد غذایی میتم. میگه نه، ما آزادی رو خوش دارم، هر چی که در دمش میخوره، اما کثافت میخوره، تخم تولید میکنه. ما تخم میخوریم، کثافت تولید میکنه، نه کثافت فیزیکی، کثافتی که
منفور میکنیم دوستای خدا، همسایه خود تحقیر میکنیم، او قوارض رو تحقیر میکنیم، او غریب رو تحقیر میکنیم، او رو تحقیر میکنیم. ما از ما کده، از ما کده گر خوب است، از ما کده سگ خوب است. کمی احساساتی میشم، به خود سگ هست رمه رو نمیکنه، ما بدتر از سگ هستیم که رمه رو خورده رو هستیم. ما متوجه باشه که بسیار بلند است براتون میگم. امپراتوری ها یک نفر بکشی، یک نفر بکشی قاتل هستی. ی بیانیه ما در کشورهای مختلف بود. بیانیه خودم میخوایم براتون بگویم. گفتی چی میگه؟ یک در تلویزیون مسکو، تلویزیون منگولیا، تلویزیون بلاروسیا، تلویزیون اروپا، یک نفر کشته قاتل هستی، 100 نفر کشته جانیستی، 1,000,000 نفر کشته افتخار میکنن تاریخ. امپراتور صاحب میگن تا، امپراتور صاحب میگن تا. گرک آسا گشنه میشه، امنا و خدا نمیکشه. ما با تمام مفکوره خود امنا و خدا میکشیم، انسان ها را میکشیم، انسان ها را میکشیم. به می خاطر مثلا اینکه بسیار خطرناک است که امروز ما میبینیم که از پیغمبرا یاد نگرفتیم. پیغمبرا قلبا را فتح میکنن، امپراتور جغرافیا را، جغرافیا را میتونی بگیری وقتی قلب فتح میشه. هیچ وقت محبت پیغمبرا را از قلبت نمیکشی. به می خاطر انسان ها باید از با محبت یکی دیگه خدا بخرن. اما محبت فضل خدا در افغانستان است، شکر در افغانستان است، شکر یکی دیگر را در آغوش بگیریم. با تمام مشکلاتی که در افغانستان بود، امروز افغانستان یکی دیگر خدا دوست داره. با اتفاق ترین مردم، مردم افغانستان است. همیشه مردم دنیا میگن که افغانستان با اتفاق ترین مردم است. از افغانستان که با اتفاق ترین مردم دنیا در جهان نیست. یک موتر از یک جنا در یک ولایت دیگه او چپه میشه، در نظر نمیگیرن که برادر ما از بامیان بود، این برادر ما از بدخشان بود، این برادر ما از لوگر بود، این برادر ما از قندار بود، این برادر ما از میانمند بود. موترش را راسته میکنن، تیلو میپرتن، موترش را تیلا میکنن، عزتش میکنن. هیچ وقت یکی دیگه خود ما تبیین نکرد. چهار نفر، چهار تا هلیکوپترای اومده با رنگ‌های مختلف، یکی پرچمی گفته، یکی خلقی گفته، یکی رو گفته، یکی پشتون، یکی تو ملت ما با اتفاق ترین مردم است و میخواد اتفاق خوشان است که امروز هم بر قدرت‌ها را دارن شکستاندن. این گپای خورده ریزه است که پشتون و تاجیک این گپا غلط است. به خاطر ما هیچ وقت در افغانستان سه قوم است. در افغانستان سه قوم است. یک قوم ظالم، یک قوم مظلوم، یک قوم چکچکی. ظالم ها اون مردم است که سر ما همیشه ظلم کردن. مظلوم ها اون مردم است که در بندگی میرن. کلش قوارش ها بینید که یکیش از یک ولایت از یک ولایت اما جگرخون جگرخون میرن. دو ساعت رو پاوردن که یک بوجی آرد بخرن، دیدن کارت قیمت شده نیم بوجی میخرن. بس مظلوم ها باید از با هم باشن که تا خود از ظالم بگیرن. باید چکچکی هایش کلگی میشناسه. بدون شک. بفرمان. بدون شک. این موارد را که جناب افغان صاحب یادآور شدن، ما بالاتر از صدها ویدیوی نزد خودم است از جناب افغان صاحب که افتخارات به ملت افغانستان به نام افغانستان کمایی کردن. یک زمانی که حکومت دست نشانده اتحاد جماهیر شوروی بود، جناب افغان صاحب در اون زمانی که حکومت را حمایت میکردن گفت میخه در تابوت کمونیسم میکوبم. ای خب بعضی ها باز افغان صاحب گفتن کی جی بی شده و این شده آن شده، مگم در شرایط که حکومت از اونا بودن امکانات برایشان میدادن، مگم بازم از حق نگذشت. مثل که در چند سال گذشته که در دم موتر آمریکایی آمد و بسیار جدی کت از او برخورد کرد و ما شاهد از این موضوعات بودیم. تلویزیون جهانی یکم این گزارش ترتیب تنظیم کرده بود که لایف نشر کردیم و بدون از این ده ها بار تحسن کرد، اعتصاب غذایی کرد و به خاطر ملت افغانستانی کار را انجام دادن که اسلامیت در خطر است و موارد را که میگفتن، بعض موضوعات را که پیش بینی میکردن باز هم به ملت افغانستان آشکارا شد. جناب افغان صاحب در اون زمانی که این موضوعی را گفته بودن، احراس طرز به وجود تا نامد که میخه گفتن در تابوت کمونیسم میکوبین؟ ما خود داخل کرملین گفتم. بله خود داخل کرملین در 28مین حزب کمونیست گفتم شوروی سقوط میکنه. بله در اون زمان، یعنی در زمان در جمهوری بودن. مردم افغانستان کیجیبی گفتن گناهشون نبود. به خاطر اینکه چرا خیر غرض نگرفتن؟ اینا چرا غرض نگرفتن؟ بله وقتی که بشوف در میدان هوایی از من پذیرایی میکنه، دروازه موتر مرا باز میکنه، مرا پیش میکنه، یک رئیس جمهور دروازه یک جاسوس خود باز نمیکنه. بله رئیس امنیت خود باز نمیکنه. باید یک موقف از او کده بزرگتر باشه که برش باز کنه. هدف ما، هدف گرباشوف یکی بود، چطور سوسیالیسم مارکسیسم نو بود بسازیم. او خواستار تا آخر مارکسیسم ماند. مگم با جرات من گفتم لینین بهتر از ایوان است،
در زمانی که در 400 پسر گفتم و در چوریان گفتم قال که مثلا گفتم آمریکا بهتر از سگ است، یک پای سابقه گفتیم نه. ولی من به سابقه چی میگردین؟ ما به خاطر نمیترسم که من میفهمم که بدون اجازه خداوند برگ از درخت نمیریزه. بله اون روزی که تعیین شده نه 100 سال پس میشه نه 100 سال پیش، چرا بترسم؟ بله. من نمیترسم. نگاهبان ما کی است؟ الله. مگر به شرط نگاهت میکنه متوجه باشین. این گپ بسیار جالب است. بله. نگاهبان ما خداوند است به شرط تا که تسلیم نکنی نگاهت نمیکنه. او که به درخت سپرد خود آره شد. بله. او که به خودش سپرد در آتش نگاهش کرد. بله. بله. تا که نسپاری خدا نگاهت نمیکنه دیگه خونه. اما وقتی که توکل کردی باز دلهوره نداشته باشی. پس وقتی که معتقد شدی خودش سر آتش صدا میکنه. حضرت ابراهیم خلیل الله معتقد بود که جبرئیل نگفت، خودش سر آتش صدا کرد سالم نگاه که خلیل ما. پس ما تسلیم کردیم خدا برش. من میخواد دفترم شیشه نداره. هفت شیشه داره. خب وقتی چی شیشه داره پنجره نداره. وقت شیشه هم نداشتم فجار شد. زره نیست. شیشه هم نداشت وقت والا پلاستیک بود. وقت پلاستیک بود 3-4 سال پلاستیک بود. بله زره نیست. هیچ چیز نیست. بخاطر اینکه ما سپردیم خدا. من میخواد نمیترسم. کوتا. دیگه ولی ببین سر موضوعات گپ رو گفتین دیگه کدام سوال داشتید؟ ببین سر موضوعات آخرین گپ علمی ما که میرم کنفرانس چی میگم؟ بله در مورد از این جناب این اگر به هموطنان ما تشریح شوه و یک معلومات کلی که میگن افت آسمان است نه؟ بله افت آسمان گفتین نه؟ بله ما در سوره 69 آیه 17 بعد از اینکه قیامت برپا میشه در سوره 69 آیه 17 پروردگار جل الله شانه میگه که 8 ملائکه عرش عمل میکنه. همی کلمه 8 کلمه 6 برای من جالب بوده. بله کلمه 8 6 جالب بوده. اینی یک مدل است که از اولین بار حضرت ابراهیم خلیل الله یا بار دوم بگویم خانه کعبه را همین قسم اعمار کرد. بله اعمار در سوره 3 آیت 96 این هدایت است برای عالمیان. بله یعنی این واحد عجم است. بله. یعنی انتیگرال سیگان است. بله این انتیگرال سیگان است. بله وقتی گیره من مطالعه کردم دیدم که این 12 زل داره 6 جهت داره 8 کنج داره 24 زاویه داره. بله 24 زاویه داره. 3 بود است و 1 دونه است. وقتی رو تشریح کردم با این مدل انداختم تمام حروف مقطع دهش آمد تمام مقطع دهش آمد که مقطعات ما 3 تا مقطعات در 29 سوره آمده. بله بله 3 تا مقطعات در 29 سوره آمده. جالبش در کجاست؟ جالب اینجاست که تا حال مقطعات در جا نید که از تحلیل تفسیر نکرده ما هم در روحد نیستم. بله. اما ما سر تعدادش حساب میکنیم که چرا 3 تا مقطعات در 29 سوره آمده. چرا 6 بار الف لام میم آمده؟ چی حکمت است که اول در سوره شریفه بقره سوره شریفه بقره اگر تا میگه سوره بقره شریف بقره را شریف نگوین سوره شریفه بقره. بله مثلا گاو شریفه صدان در سوره شریفه بقره که اولین سوره است که در مدینه منوره شرف نزول میکنه. بله. نزولش 86 ترتیبش 2 به می سیستم آخرین مقطعات که در این برنامه ما نمیتونیم گنجانیده نمیتونیم در این برنامه. بله. کل موضوعش سر صحبت کنیم. بله. آخرین مقطعات که در ترتیب عثمانی نون و قلم اومده که ترتیبش 2 نزولش عفوا میخواد ترتیبش 60 ترتیب 68 نزولش 2 تکرار میکنم ترتیب 68 نزولش 2 بله داوود ترتیبش 2 نزولش 87 وقتی اینا مطالعه کردم دیدم که تمام سیستم کائنات در اینجا خلاصه شده. بله. تمام سیستم کائنات یک برای استادای ریاضی میخوایم یک جمله آرام براتون میخوایم بگیم استادای ریاضی دانشمندای دنیا 193 کشور دنیا قرآن کریم 114 سوره داره در 114 سوره یعنی از 1 الی 114 30 دانه عدد اولی است 30 دانه عدد اولی است اولین عدد اولی است دوست. بله و میخواد به حرف دوم قرآن کریم تنظیم میشه بین دو الف شرف نزول میکنه اقرا و توابا یعنی از آجا آن سلوه ورفت آخرین سوره که کلیگ میفهمم به سواد با تجوید خوانده نتانستم یعنی از به
تاسین یا تنظیم و اقرا و تعابد در بین دوالف. جالب جاست که 30 دانه عدد اولی است و 30 تا مقطعات است. مقطعات هم یعنی دولت اولی خود میمونه، یعنی که از تحلیل تجزیه کردن نمیتونه. عدد اولی هم دولت اولی خود میمونه. 30 دانه عدد اولی، 29 از طاق است، یکیش جفتو. 30 دانه مقطعات در آیات 29 در آیات اول میه، یکیش در آیات دو میه که در سوره شورا است. ها میم عین سین قاف، یعنی ببینید جالب است ها میم طاق است یک است، عین سین قاف دو است، یعنی 23 تا مقطع در 29 سوره که 29 از طاق یکی جفت، 30 تا عدد اولیه 29ش طاق یکی جفت است. این یک بحث علایده است. بله. و بالاخره وقتی که مطالعه کرد یک وقفه کوتاه داریم، زود برمیگردیم. بسیار خوب است، وقفه کوتاه بسیار خوب است. هموطنان عزیز باز هم خوش آمدید. امپریال کانتینوتال کاخ سلطنتی افغانستان در یک مکان زیبا با میزبانی عالی و دکوراسیون شیک آماده هستیم تا جشن با همیتان را به گونه خاص برگزار نمایید. جناب افغان صاحب خوش آمدید باز هم. خوش باشین. در مورد این بسیار حرفای انشالله باشه و بفرمایید جناب افغان. بسم الله الرحمن الرحیم مجددن. چرا بسم الله الرحمن الرحیم مجددن بعد از وقفه؟ به خاطر اینکه در اینجا یک حکمت هست. به طور مثال ما میبینیم که در 100 سوره سجده تلاوت نیست، در سوره 8 دو سجده است. به طور مثال در 85 سوره مقطعات نیست، در 29 سوره مقطعات است. در سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نیست، در سوره نمل 2 بسم الله الرحمن الرحیم است. من جالب بود سر این سه هفته پیش سر این موضوع تحقیق کردم، بالاخره این میره پیدا کردم. این سه هفته شده که سه هفته هم نشده دیگه. میتونید امروز مامون صاحبم استاد مسعود صاحب میتونید امروز کارمندای ما بگوین که یا شب روز کار کردن که این از کجا پیدا کردم. به خاطر گفتم که همین سوره نمل نمل چی است؟ مرچه است. سوره 27 است. همین مرچه میشه زیر پای میشه. چرا گناه بی‌گناه است؟ ما چرا مردم افغانستان رو دیدم که زیر پای میشیم؟ دیدم که سوره نمل 93 آیت داره. 93 آیت داره. کد افغانستان 93 است. وقتی 93 را ما ضرب 5 میکنیم مبرای 465. 465 سرعت زمین در فیسانی است. در فیسانی ما زیر پایش داره رسیم. بالاخره همین وقتی دیدم که سوره نمل 27 یک نو دو نو سه نو 27 یکش نو یست نو و 27 نو 36. وقتی 36 از 114 کشیدم میشه 78. وقتی 78 دیدم که 78 حروف مقطعات است. بالاخره ما ماشین حساب در اینجا تحت مطالعه قرار دادم که میخواییم که هموطن های عزیز بیره و همچنان ساعت هم. بله بله. نه مستقیم سر موضوع. ماشین حساب از 0 تا 9 است. بله. و در مابین ماشین حساب ما در کنفرانس های بین‌المللی از این ماشین حساب و این ساعت شروع میکنم. و این مدل هم به مثال ساعت، ماشین حساب، کائنات و قرآن کریم. بله. چهار عنوان. ساعت، ماشین حساب، کائنات و قرآن کریم. قرآن کریم بله. ما میبینیم که سعی که در این ماشین حساب عدد 5 در وسطش است، 8 دانه تکمه چهار طرفش است. بله. ما آفتاب میبینیم که در وسط ما میبینیم 8 سیاره در گردش حرکت میکنه. 8 سیاره در گردش حرکت میکنه. 8 سیاره در گردش حرکت میکنه. سعی کنید حرکت میکنه. اینا ما میبینیم. وقتی اینا ما میبینیم جالب گپ در کجاست؟ ما میبینیم که عدد اطراف دیگه جمع کنیم، سعی کنیم یک در مقابل 19 این حال ده دانه ده اینجا ده گرفتیم، دو در مقابل 18، سه در مقابل 17، چهار در مقابل 16 میشه، چهار دانه ده میشه. این حال یک وقت چهار دانه ده میشه، ما که دیدیم همین زمین چهار ده چل ضرب ده به طاقت سه یعنی هزار. بله. یعنی 40,000 کیلومتر. بله. همین نصف نهار زمین است. این حال اگر اترا من داخته میشه اکس وای زد، یعنی این قسم من داخته میشه بازم همی چل، اترا میشه من داخته بازم چل. بله. وقتی چل چل سه چل یک سلیویس شد نه؟ بله. دیدم اینجا شش جانه چارایی مشترک است. بله. مشترک ها شش چارایی است. بله بله بله. وقتی از یک سلیویس
68 114 وقتی 114 شد این مطابقت کرد با 114 سوره قرآن کریم بر خانه یک سوره قرآن کریم نشته کرد مثلا یعنی الحمد شریف نشته کرد نشته کرد نشته کرد بالاخره تمام یعنی ببینید اون الحمد شریف است بله سوره آل عمران سوره نساء تو کار کردم تمام زیر کار کردم و بالاخره سوره توبه رو نورا امرای 36 جمع کردم امرای 27 جمع کردم 36 شد سوره توبه شمارش 9 سوره نمل 27 است 27 و نورا که جمع کردم میشد 36 36 عدد در بین از انداختم وقتی که انداختم نشته کردم شد جورش کردیم از هر طرف جمع که ثانیه ساعت ثانیه یک سال میشه در بین اینجا عدد 5 آمد پنجی که پیشتر گفتم که خانه کعبه بنای پنجم اسلام است وقتی دیگه انداختم ایران تقسیم کردم در پیش انجینر بادار ابو فلسکار که یاد ازش یک یادآوری کنه او مبارکی را آفرین جور کرد وقتی جور کردم وقتی دیدم تمام سیستم کائنات تمام نظام شمس تمام فاصله بین ما و بین کهکشان رای شیری که میگن کهکشان رای شیری 26000 سال نوری است من ردش کردم بالاخره در کنفرانس بین المللی هم که 25600 سال است و جمع بندی کنم صحبت خدا بفرم جمع بندی کنم صحبت خدا بشر ناسا که امروز فاصلات کهکشان ها را برای ما بیان میکنه دروغ میگه همین کنفرانس هایی که مرا بایس رئیس شورای علما در جهان قرار میدن در اون مجمع این بیان میکنم از این کنفرانس از این تحقیق ما چی بدد می از این تحقیق ما چی به وجود میه از این تحقیق ما یک چیز به وجود خداوند جهان در 6 روز آفریده و ناسا اشتباه کرده دو گپ می خوام در 3 4 دقیقه براتون حل کنم به خاطر که زمین ما کره نیست زمین ما جیوید است این قسمت این فاصله این فاصله با این فاصله فرق داره فرمول 4 پای آر مکعب بر 3 4 پای آر مکعب بر 3 این فرمول کره است بله داره که زمین کره نیست وقتی نیست ما به اساس که از یک تاسی جمع کردم از یک تاسی 465 میشه پیشتر تشریح کردم 90 عدد اولی است وقتی 90 عدد اولی را جمع میکنی تقسیم سه میکنی شوهای زمین میبره یک بله دوم میخواییم براتون بگویم وقتی که من این را مطالعه کردم تمام فاصله آفتاب از زمین کهکشان ها و همه این را در اینجا من این را پیدا کردم که از قرآن کریم و هر چارایی از این را که چارایی از این را که جمع میکنم یک تمام در زمین چقدر آب است در زمین چقدر معدن است در زمین چقدر جنگل است همش از این استخراج میشه چقدر نفوس است پایین بر ازم کلش میبره این جناب افغان صاحب با معذرت اش چرایی داره درست نه شش چرایی اینا چی هستن خیر ببینین اینا که است تمام همین سیستم های کهکشان مثلا اش تا مقطعات است بله در جمله آیت میره شش مقطعات در جا نمیره بله سه دقیقه مونده همین جواب تبرد همین یاد آده برد بگوید سعی کنید از یک دوازده شما از یک تا دوازده جمع کنید میشه 78 یک جمع دوازده 13 دو جمع 11 13 ده جمع 3 13 نو جمع 4 13 8 جمع 5 13 7 جمع 6 13 این 13 هست که 6 13 شد 6 13 یعنی 6 سطح خانه کعبه داره اما سعی کنید تفریقش کنید از 12 که 1 رفت 11 از 11 که 2 رفت 9 از 10 که 3 رفت 7 از 9 که 4 رفت 5 از 8 که از 9 که 4 رفت از 9 که 4 رفت چند افعه میخواییم کنم از 9 که 4 رفت 5 از 9 که 4 رفت 5 از 8 که 3 رفت 5 1 رفت این تکرار بله از 12 که 1 رفت 11 از 11 که 2 رفت 9 از 10 که 3 رفت 7 خیر ببینی از 9 که 4 رفت 5 از 8 که از 8 که 5 رفت 3 بله از 7 که 6 رفت 1 5 عدد 6 عدد تاق بشه 1 3 5 7 9 11 این 36
جمعش 78 بله تفریقش 36 هر دوش از جمع کنی 114 میشن پس قرآن کریم 114 سوره که داره تصادفی نیست بله, بله. پس یک امرو 114 جمع کنی چی میشه 115 115 بار دنیا آمده در قرآن کریم 115 بار آخرت آمده علت پاسپونی مسلمان هاست که فی دنیا را چه قسم اصلا کنن یعنی تا کوزو نکنی نماز است تا که لباس نباشی انسان نیستی پس آدم وقتی نیست زیان خداوند مادیت به خاطر حفظ معنویت خلق کرده و میخواد برنامه ما شما ادامه داشته باشه در آینده میخواهیم که شما آخرین سوال از من کنید انشاءالله جناب افغان صاحب صحبت های شما بسیار شیرین است افغان صاحب یک سوال دیگه ای که به ذهنم خطور کرد این 6 7 دقیقه مونده بسیار سرعت صحبت میکنین بسیار الله از من کس اگر من آرام صحبت کنم از یک موضوع خلاص نمیشم بله بله بزنید اینکه از دوگاه کس حرفایشون که هستک تکراریست کم است وقتشون زیاد بله از من که هستک وقت ما بسیار کم است مواد زیاد سر 49,888 ریاضی فلسفی سر 49,888 مسلک صحبت دارم هر نوع سوالی که در دنیاست عرض و سوالی که در دنیا هست از زمان حضرت آدم تا کنون جا بشه در قرآن کریم گفته من چه کار هستم من چه کار هستم پس گپ قرآن خلاص نمیشه تمام ابخار زربف شوه تمام درخت ها قلم شوه هفت چند شوه یکی از کلماتش خلاص نمیشه کمون یک کس سوال کرد که خیلی برد پیش پیش شد تخم امیره بر ما بگو بله. امیره برشون میخواییم برشون بگو بفرمایید برای در ایرانی رو سوال کردن بله. در 1372 بله. وقتی شما تخم پیش پیش مرغ وقتی شما امی خربوزه را بگیرین بخورین در خارج از امی دمی خارج از امی نظام شمس بله. خربوزه را خوردی بله پوسوش دمی جا پرتین بله دمی بیارین دمی زمین یک هفته می جبانین دو هفته نگاش کنین بله. دو هفته وقت بکشین چی میبره پشاکا بله پشاکا پشاکا میدنه بله بله. کدام پش است که تخم داده بلکه تخمایش که با پشار تخاشت پس تخمایی بودن که با هم ازدواج کردن یا گجرایی با جرایی دیگه بالاخره ای به پشا تبدیل شد پشا ای کنید با مجرد یک خربوزه رو سرپوش یک پس بکنید پشا میپره کدام پشا ایجا تخم نداده بلکه پش تخمایی بود که با پشا تبدیل شده فهمیدش پس اول فهمیدم میشه که تخم موجود آمده بله باز پشا صحیح شد بله بله دیگه کدام سوال داشته باشین سلامت باشین جناب افغان صاحب خدا عزت نصیبتان کنه دیگه در مورد چارتایی را که شما آورده بودید ان شاء الله کونا را ما در لابلای برنامه می داشته باشیم سلامت و بخیر باشین جناب افغان صاحب خدا خیر نصیبتان کنه بازم که دعوت ما را پذیرفتین سلامت اگر کدام پیام داشته باشید من پیام در لابلای صحبت من تیز رفتم من نقطه گفتم که من دو چیز ثابت میسودم که خداوند جان در شر شذافیده ای را باید داد کنیم سعی کنین برادر را بسیار آرام میخوایم براتون بگویم سعی کنین اینا کلگی میفهمه بله چهار علا اکبر اول دوازان میگن دو علا اکبر فلا بله. سعی کنین شش جهت هست یک ضرب دو ضرب سه ضرب چهار ضرب پنج ضرب شش این شش فاکتوریال میشه یعنی خداوند جهان در شش روز آفریده شش بله. شش فاکتوریال با طاقت دو فاکتوریال تقسیم 86400 ثانیه یعنی یک شب یک روز ما 86400 ثانیه است شما شش فاکتوریال یعنی شش فاکتوریال یعنی یک ضرب دو ضرب سه ضرب چهار ضرب پنج ضرب شش با طاقت دو فاکتوریال یعنی دو خداوند زمین را در دو روز آفریده دو روز زمین آفریده دو روز آسمان آفریده دو روز بینش آفریده دو روز آسمان دو روز زمین دو روز بینش فهمیده شد یعنی شش روز یک ضرب دو ضرب سه ضرب چهار ضرب پنج ضرب شش یعنی 720 با طاقت دو تقسیم تعداد روز که 86400 ثانیه مساوی میشه با 6 پس ثابت میشه خداوند جهان در 6 روز آفریده کل گپ ما سر یک نقطه خداوند جهان در 6 روز آفریده تحقیقات ما این ثابت میشه با تمام دانشمندای دنیا که در روزا بخیر میرم سلامت باشین جناب افغان صاحب بازم تا برنامه آینده که مهمانای دیگه هم در برنامه خود داشته مهمانای خوب شخصیت افغان صاحب خود اگر نام خدا قابل قدر است و افتخار ملت افغانستان است به خداوند لایزار میسپارمتان وقت همه شما بخیر تشکر از سلامندیتان که این عقیر فقیر شنیده تا آخر سلامت باشین